دادگاه کلاب یک ساکن 39 ساله منطقه را با گناه تهدید قتل به خویشاوندان معاون سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان به 14 سال زندان محکوم کرد. محاکمه شوکت کلابیف ساکن ناحیه شمسیدین شاهین روز 5 اپریل صورت گرفته است و دادرس او را برای این جنایت به 15 سال زندان محکوم کردند. با نظر داشت قانون عفو حکم او را تا 11 سال پایین آوردند. با گفته مفتشان شوکت کلابیف این جنایت را 18 سال پیش در سال 2000 و 3 سال بعد از ختم جنگ داخلی صادر کرده است. با گفته دادگاه شوکت کلابیف تابستان سال 2000 با پیوندان ظفر اکراموف معاون سابق وزیر کارهای داخلی در آن زمان تهدید کرده است که آنها را میکشد. یک منبع از دادگاه منطقه کلاب روز 9 اپریل بر رادیو آزادی گفت که شوکت کلابیف سال 2000 بنابر خصومت شخصی با استفاده از اتومات به خانواده اکراموف تهدید کرده است که آنها را میکشد. شوکت کلابیف در دادگاه گفته است که بیگناه و اتهامات در حق خود را به اساس و بافته مینامد. نظام‌الدین یعقوبوف وکیل دفاع کلابیف روز 9 اپریل بر رادیو آزادی گفت از بس که از زمان جنایت 18 سال سپری شده است، بر اساس قانون باید او را از جوابگاری آزاد میکردند. شوکت کلابیف پسر بگمت کلابیف سرطبیب سابق ناحیه شمسیدین شاهین شورابادی سابق است که سال 2016 با گناه دست داشتن در کشتاری دو ساکن دهه شاهان بالای ناحیه در سال 1997 به 24 سال زندان محکوم شد. پیوندان و وکیلان دفاع شوکت کلابیف گفتند حکم دادگاه را دسترس نکردند، ولی افزودند که حکم را نادلانه می دونند و از آن بعد دادگاه بالای شکایت می برند. شوکت کلابیف را ماه نویبر سال 2017 بر اساس عریضه شکایتی امیرخان اکراموف رئیس سابق ناحیه شورابات و برادر ظفر اکراموف معاون سابق وزیر امور داخلی بازداشت کردند. امیرخان اکراموف در عریضه‌اش گفته است که میانه های ماه آگوست سال 2000 کلابیف همراه با پسرش با اتومات کلاشنیکوف به خانه آنها آمده قصد کشتن او را داشتند. امیرخان اکراموف گفت پس از انداختن یک تیر از خانه آنها رفتند، چون ظاهرا دیگر اتوماتشان تیر نداشت. در آن زمان شوکت کلابیف 23 سال داشت. خانواده اکراموف و کلابیف در مرکز ناحیه شمسیدین شاهین در همسایگی زندگی میکنند. امیرخان اکراموف داوگر اصلی در پرونده روز 11 نویبر سال 2017 بر رادیو آزادی گفت که بگمت کلابیف با ستار عبدالخیرف رئیس آن وقته شعبه امنیت ناحیه معروف با لقب کوری ستار آشنا بود و همیشه از طرف آنها اذیت میشد. اکراموف آن زمان رئیس خواجگی دهقانی بود و میگوید تنها برای اطاعت نکردن و گپ گرداندن میانی آنها جنجال برخواسته بود. برادری او ظفر اکراموف این زمان بازنشسته است. این حکم برای جنایت 18 سال پیش در حال صادر شد که وزارت کارهای داخلی آشکار کردن جنایت های سالهای پیش را از اولویت های کاری تفتیشاتی خود قرار داده است. کارمندانی که در آشکار کردن جنایت های سالهای پیش سهم می گیرند از جانب رهبریت وزارت کارهای داخلی قدردانی می شوند.